داراییم رو کبایی خوش رولن کبانی کبانی اوی کبانی. چرا رفتم سراغ ساخته مستند؟ خب یکی از جذابیت های سینما اینه، یعنی توی انتخاب موضوعات موضوع به تو میگه که چه فرمتی رو برای نشون دادن این موضوع انتخاب بکنی. فکر کردم شرایط حاد شمال عراق و شرایط حاد کردستان شرایطی نبود که منو نگه داره دو سه سال بشینم تا شرایط ساخت فیلم بلند رو مهیا کنم. فکر کردم خب دوربینو بردارم با یه تیم خیلی کوچیک‌تر، دو نسل جدید از کردهای امروز عراق رو که برگشتن با اسلحه جدید که یکیشون ساز موزیک داره و یکیشون کار مهندسی میکنه و دست به ساخت هواپیما زده، زندگی دو تا آدم رو دنبال بکنم تا تبدیل بشه به یه مستندی به نام پرچم بدون کشور. یه شخصیت ما خواننده است، از غرب برگشته، پدر مادرش پیشمرگه بوده، سالها جنگیدن، اومده به بچه ها توی کم آموزش موزیک بده و فکر میکنه امروز باید زبان مدرنی رو انتخاب بکنه برای طرح مسئله مردم سرزمینش، برای نشون دادن درد اون آدم ها. ولی در کنارش قصه پرنگتری رو میبینی که داستان خلبانه. همیشه پرواز برام یه ریتم موزیک داشت، شاید موزیک رو واقعا انتخاب کردم به خاطر این بود بتونم با پرواز اون خلبانه بتونم با موزیک بیشتر اوج بگیرم. اینا اومدن کشورشون رو درست کنن و در تهش هم مجبورن دوباره این نیاکانشون دست به اسلحه ببرن و دفاع کنن از سرزمینشون به خاطر حمله گروه توریستی که الان اونجا هست. این که چرا در مورد کمپ حرف میزنم، فکر میکنم بیش از 35 تا کمپ الان توی کردستان هست و نزدیک به 1,000,000 آواره رو اونجا نگه داشتن و مردم شنگال که الان دارن تو اردوگاه زندگی میکنن، شهرشون رو پس گرفتن ولی یه دونه خونه نیست برای زندگی کردن، پس تبدیل شد به شهر برای من. کم اون ورتر یه کمپ دیگه بود که این خانم هلیلا با یک دو تا دوستاش پیانو برداشتن و دارن آموزش موزیک میدادن. اون ورتر یه نقاش بود، این ورتر یه دونه دندون پزشک و چشم پزشک از آلمان اومدن. این حس رو توی فیلم میبینید، آوارگی کاراکترهای اصلی که با اینکه بیرون اردوگاه هستن ولی آواره تر از خود آواره ها هستن. وقتی که کاراکترها رو پیدا کردیم با دو تا از دوستای خوبم از ایران که اومده بودن شروع کردیم به تحقیق کردن، مصاحبه کردن با این بچه ها. ساعت ها، روز ها، ماه ها نشستیم تا بتونیم تمام دیتیل های زندگی اینا رو بیاریم بیرون. یعنی سوالی که برای من مطرح شد منو میبرد مثلا به لوکیشن خلبانی که درگیره و دنبال تمام بچه های آواره‌ای هست که مشکل بینایی دارن و قراره برای اینها مثلا ماهی و میوه و هویج اینا بخره تا بتونن بیناییشون رو به دست بیارن. فکر میکنم بیش از 5-6 ماه ما تحقیق کردیم در مورد زندگی اینها. شاید هم فکر میکردم دو تا فیلم بسازم که گفتم روزای آخر فیلم برداری گفتم اینا باید کنار هم بیان. حتی توی فیلم میبینی اینا اصلا برخوردی با هم ندارن تا سکانس آخری که درست توی موقعیت شرایط واقعی که تو کردستان پیش اومد من باهاشون رفتم که دیدم اصلا برداشتن اینا توی ماشین میتونستن همون ملاقات کنن که فرقی نمیکرد توی ماشین باشن توی یه ماشین جنگی دیگه که رو به جبهه حرکت بکنن. یکی
یکی از محاسن مهاجرت اجباری اینه که در جغرافیای دیگه داری به دوباره متولد شدن و دوباره ساختن خودت در یک کشور ثالثی داری خودتو میسازی. و این مدت 7 سال که دور بودم از ایران، الان تمام ذهنیتم درگیر جغرافیای بدون مرزی که منو خیلی آرام و آزاد کرده. Lay, lay, lay.